حسینی. منع آب از حسین علیه السلام. ولی همانطوری که مظلومیت حسین علیه السلام از سایر مظلومین بیشتر بود، قساوت قلب بنی امیه و ظلم آنها نیز زیادتر از سایر ظالمین بود و امور مخالف انسانیت ابتدا در حقیقت از آنها بروز کرد. بنی امیه در حقیقت مؤسس منع آب از دشمن بودند. ابتدا معاویه آب را از لشکر علی علیه السلام در صفین منع کرد و پس از آن در کربلا این امر مجرا شد. هرچند قبل از این دو قضیه نیز این امر قبیح از شورشیان بر عثمان ظاهر شد، علی حسنین علیه السلام و ابن عباس از جانب حضرت امیر علیه السلام مأمور رساندن آب به عثمان بودند و چندان سخت نگذشت، ولیکن در صفین و کربلا به کلی از آب ممنوع بودند. در قضیه صفین بالاخره قشون حضرت امیر آب را از لشکر معاویه مسترد داشتند، ولی در کربلا به واسطه زیادی قشون دشمن و کمی یاران حسین علیه السلام این امر ممکن نشد. فقط دو سه مرتبه اصحاب حسین علیه السلام تحصیل مقداری آب کردند، ولی کافی نبود. اصحاب و اهل بیت عموماً در زحمت و مشقت بودند، مخصوصاً اطفال. پس هر حقیقت این امر ابتدا از بنی امیه به ظهور رسید و منتها درجه ظلم را ظاهر کردند. برعکس حسین علیه السلام با شهامت فوق‌العاده و قوت قلب برای نمایش مظلومیت خود آن طفل را به میدان آورده آب برای او طلب کرد. پس از کشته شدنش او را نزد زنان آورد و خود او را دفن کرد. در حقیقت خرم بود که در بین راه مانع و سدی دیگر در راه نبود. شهادت عبدالله ابن حسن. بنا به بعضی اقوال طفل دیگری هم مانده بود. آن طفل پسر حضرت حسن علیه السلام بود و عبدالله نام داشت. گویند 11 ساله بود. عبدالله وقتی حسین علیه السلام در گودی قتلگاه افتاده بود به سراغ عمه خود بیرون آمده. جاذبه حسینی آن طفل را واله و شیدا و از خود بی خبر داشت. مقصودش زیارت عم بود و به تیغ و تیر اعتنا نداشت. در واقع افتخار داشت به اینکه در راه محبت عموی خود حسین علیه السلام جانبازی کند. دوان دوان به میدان شتاب و لقاء حسین را دریافت. در موقعی که مشغول راز و نیاز با عموی خود بود، ظالمی حمله به عمویش کرده. عبدالله دست خیش را هدف قرار داد و قطع شد. پس از آن او را در پیش روی حسین کشتند. معلوم است در این موقع چه حالتی برای شخص رخ می دهد. ولی حسین علیه السلام خم به ابرویش نیامد. فقط صورت را برگرداند که نبیند و به کلام صبرن علی بلائک و رزن به قضائک مترنم بود. رقص رقصان از نشاط باختن، منبسط از کیسه را پرداختن. اطفال دیگر که در کربلا بودند که جواب استنصار حسین علیه السلام را دادند و به واسطه عشق به او دست از جان شسته خود را در راه محبت دوست قربان نمودند.
مانند دو پسر عبدالله جعفر که به تشویق مادرشان زینب وارد جنگ شده شهید گردیدند. هاکذا پسر مسلم ابن اوسجه که به ترغیب مادرش به جهاد رفت. معقول است حتی بعد از شهادت آن حضرت دو طفل هم از تشنگی مردند که منتها درجه توحش و بیرحمی بنی امیه را میرساند. اطفال دیگر نیز از اهل بیت بودند که جزء اسرا تا شام آنها را بردند و در مجلس یزید احضار نمودند. حتی یکی از اطرافیان یزید اشاره به یکی از اهل بیت نموده از یزید تقاضا کرد و گفت این کنیز را به من ببخش، زیرا بنی امیه به طوری امر را بر آنها مشتبه کرده بودند که بعضی از مردم آنها را خارجی گمان کرده و بعضی دیگر هم که می شناختن به نظر توهین و حقارت می نگریستن. در اینجا زینب منقلب شده نطقی کرد که تمام حضار منقلب گردیدن. یزید هم از تقاضای او خجل شده جواب مثبت نداد. در اینجا ملاحظه کرد که این هم ممکن است موجب شورش مسلمین بر او شود، یا آنکه در دل او ترس و وحشتی از این امر شنی پیدا شده قبول نکرد. فصاحت گفتار و شیرین زبانی های اطفال در مجلس یزید در بین راه و ادب آنان مردم را مطلع می کرد که این اسرا از خانواده های بزرگ هستند و تعجب می کردند که چطور این اشخاص اسیر شدند. بعضی اشخاص صادق و پاک اعتقاد نیست کنجکاوی کرده هدایت شدند، مانند پیرمردی که در شام خدمت حضرت سجاد علیه السلام رسید هدایت شد. بیقراری یکی از اطفال برای حسین علیه السلام. این اطفال که نونهالان گلشن عشق و محبت بودند همواره حسین علیه السلام را میخواستند، برای او بیقراری میکردند و هرچه آنها را میخواستند تسکین دهند و میگفتند که حسین به سفر رفته اثری نمیکرد و بیتابی میکردند. در شام یکی از آنها حسین علیه السلام را در خواب دید. چون بیدار شد گریه و ناله آغاز کرد و حسین را خواست. به هیچ وجه نمی توانستم او را تسکین دهند. گویند خبر به یزید رسید، امر کرد و اصل حسین را در ضربی گذشته روپوش نیز بران قرار داده نزد آن طفل ببرد. طفل گمان کرد که قضا آورد. به زینب گفت عمه جان، من که قضا نخواستم، من حسینم را می خواهم. گریه و ناله او تمام اهل بیت را نیز به ناله و شیون در آورد. هر بشری که ناظر این قبیل امور باشد، هرچند خارج از دیانت باشد، در این قبیل موارد حالت رقت و تأثر برای او دست می دهد. ولی در بنی امیه اثر نکرد. دلهایشان از سنگ سختر و عاطفه بشریت به کلی از آنها زائل شده بود. نصیحت نیز در آنها اثر نداشت که لهم قلوبهم لا یفقهونی بها، برای آنان دلهایی است که بدان فهم و درکی ندارند. در حقیقت همان استنصار حسین علیه السلام بود که این اطفال را مجذوب و سوخته خود کرد که گروهی در کربلا کشته شدند و گروهی از فراقش سوختند. استنصار حسین علیه السلام همیشه است. اکنون باید بدانیم که همه عالم صدای نغمه اوست. که شنید این چنین صدای دراز؟ استنصار حسین علیه السلام اختصاص به روز عاشورا ندارد، بلکه استنصار اولیا از اول خلقت عالم بوده و هست. همه ندا می کنند
کیست که بتواند مصائب راه طلب را متحمل شده خداجوی باشد و در صدد استکمال نفس خود برآمده از مادیات بگذرد و رو به خدا برود. استنصار حسین علیه السلام همان استنصاری بود که حضرت عیسی علیه السلام کرد. از قال للحواریین من انصاری الالله، کیانند یاران من به سوی خدا و در راه او. حسین علیه السلام کسانی را میخواست که قدم بر قدم او گذاشته بر جاده شرع راه پیمایند، از زیر بار ظلم و جور نرفته، بر راه احیای امر شریعت و وصول به محبوب خود از جان و مال خود دریغ نداشته باشند. روح مقدس بلند حسین علیه السلام همیشه این ندا را بلند دارد و مردم را به سوی مرام خیش دعوت می کند که پیروی او نموده مقاصد او را در هر زمان تعقیب کنند. استنصار او اختصاص به زمان یا مکانی ندارد، محدود نیست، بلکه در همه جا صدای او بلند است و می فهماند که پیروی اولیا و بزرگان نه به صرف لفظ زبان بلکه به عمل و عرفان است همانطور که آنها به جزئیات و کلیات شریعت اهتمام نمودند، حتی از به جا آوردن مستحبات و ترک محروم مکروهات تغافل نکرده، یک قدم از جاده شرع، شرع انور تخطی ننمودند و شریعت را مقدمه معرفت حق تعالی دانستند. از تهذیب اخلاق نیز کمک طلبیده، به مدد شریعت و اخلاق و غفلت نکردن از یاد حق شناسای یزدان گردیدن. هاکذا کسانی که دعوی پیروی آنان نموده خود را شیعه بمون می کنند. اینها نباید به زبان اکتفا کرده از اعمال شریعت و اخلاق صرف نظر کنند، چه برای زبان ثباتی نیست. موقعی که دل به متابعت پابند شد و عمل بر وفق دستورات گردید، آنگاه معرفت حاصل شود. در این حال به زبان هم که اظهار نشود چندان مهم نیست، چنانکه مولوی در صفت اولیای خدا می‌فرماید: خاموشند و نعره تکرارشان میرسد تا تخت و عرش یارشان. بلکه در این حالت اگر به مصالحی در بعضی موارد به زبان خلاف حق گفته شود شرعاً ایراد نیست. مراد اینجا تقیه است، چنان که در حالت عمار می نویسند که پس از هجرت رسول صلی الله از مکه او و پدرش را آزار کردند که از اسلام و حضرت رسول تبرا جویند. پدرش تبرا نجسته، کشته شد، ولی عمار به زبان اظهار تبرا کرد. از شر آنان مسئول ماند، فوراً به مدینه خدمت حضرت رسول آمد. حضرت از عمل او تمجید فرمود، زیرا عمار قلباً تبری نجسته، بلکه روی دلش به سوی آن حضرت بود. و آیه شریفه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، یعنی جز کسی که اکراه شده باشد ولی دل او به ایمان و به ایمان مطمئن و آرام باشد، درباره او نازل شد. برعکس اهل کوفه تنها به ظاهر دوست اهل بیت بودن، نه به عمل و حقیقت. از این رو در موقع امتحان به کلی رویه آنها عوض شد و همان کسانی که اظهار فداکاری می کردن شمشیر به روی حضرت کشیدن که یقولون به السنتهم
ما لیس فی قلوبهم، یعنی منافقین به زبانهای خود چیزهایی میگویند که دلشان خبر ندارد. پس تشیع هرگز به زبان و لفظ نیست. حسین علیه السلام هم میخواست بفهماند، میخواست بفهماند که هر کس تابع من است، باید چون من که خود را فدای سلامتی و آزادی اسلام کردم او هم خود را فدا کند. بنابراین تنها گریه برای حسین سبب متابعت نمی شود، چون گریه که از روی معرفت و شناخت حقوق اهل بیت و مقاصد ایشان نباشد بیفایده است. گریه پسندیده آن است که از معرفت برخیزد. بزرگان دین نیز از نافرمانی پیروان خود همواره افسرده می شوند. از اگر ادعای پیروی نموده ولی عملا متابعت نکنیم، آنان را از خود آزرده ساخته ایم. پس باید همیشه جدیت در عمل و ترویج احکام اسلامی نموده. توفیق را از حق تعالی خواهان باشیم و زبان نیاز و دعا و توبه اعتراف به قصور خود داشته باشیم. از خدا و مولای خود عفو گناهان، گذشتن از زلات و لغزش های خیش را خواستار باشیم، چرا که اعتراف به گناه و پشیمانی از آن بهتر است گناه نکردن و غرور بدان. فصل هفتم، میزان حق و باطل، مقایسه اخلاق حسین علیه السلام و حسینیان با یزید و یزیدیان. الف، معنای لغوی میزان. میزان در لغت به معنای آلت سنجش است که بدان چیزها را می سنجند و معادله می کنند. آن نسبت به اشیا مختلف است و بر حسب اختلاف چیزهایی که مورد سنجش وارد می شوند فرق می کنند. چنانکه میزان مثلا حبوبات و غلات آن ترازوست و مانند آن. میزان شناختن فکر صحیح و سقیم علم منطق است که به واسطه آن ثواب فکر از خطای آن تمیز داده می شود. از این رو علم منطق را علم المیزان نیز گفتند. یونانیان آن را ارگانون که به معنای آلت و معرب آن ارغنون است می گفتند، زیرا این فن آلت تشخیص فکر صحیح از سقیم می باشد. میزان شعر علم عروض است که به این علم قوافی و اوزان شعر سنجیده شده و هرچه مطابق آن باشد صحیح و غیر آن غیر صحیح است. میزان حقانیت و بطلان عقاید و اعمال شرایع حق است. آنچه بر طبق آنها باشد حق و هرچه مخالف باشد باطل است. چه دیانات حقه از مبدع صحیح و غیر قابل خطا به بشر رسید. برای اینکه بشر را از وادی نادانی و توحش به شهرستان علم و دانش و معرفت سوق دهد. از این جهت ائمه هدا علیه السلام فرمودند، آنچه را دیگران به ما نسبت دادند و برای شما نقل می کنند بر کتاب الهی عرضه بدارید، با قرآن خدا تطبیق کنید. اگر دیدید موافق احکام کتاب است آن را قبول و اگر نه رد کنید و به ما نسبت ندهید. به همین مناسبت قرآن را هم میزان نامیدن، چون قرآن به منزله قانون اساسی اسلامی است. و اینکه بعضی میگویند یکی از اختلافات اساسی بین شیعه و سنی تفسیر تعالیم پیامبر است و سنی آن را غیر قابل تغییر میداند و شیعه آن را به مقتضای وقت قابل تغییر دانسته و
و گاهی هم عملی میکنند خلاف واقع است، بلکه میتوان گفت برعکس است. چه دو دسته از اهل سنت که حنفی و حنبلی باشند عمل به استحسان کرده، آن عبارت است از عدول کردن از حکم دلیل و عمل و عادات جاریه مردمی از برای مصلحت عامه است و آنگاه برخلاف کتاب الهی عمل می کنند. حتی منقول است که ابو حنیفه می گفت علی اینطور گفته، صحابه هم اینطور گفتند و من اینطور، در صورتی که علی علیه السلام و صحابه به سنت رسول الله یکی نیستند و علی از همه اینها و ابو حنیفه داناتر است. ولی شیعه این استحسان را باطل می داند و عمل بدان را خلاف شرع می داند که فرمود اول من قاس ابلیسون، اول کسی که به قیاس رفتار کرد شیطان. صدق الله.